نهار در سکوت. وقتی مدت هاست بچه ها و نوه ها را ندیده ای، شاید قصه ای برای گفتن نمانده باشد. شانزدهم مارس بود که ورود همه بازدید کننده های غیر ضروری را ممنوع کردیم. از ساکنان تست ماهانه میگیریم. 65 ساکن داریم و 80 کارمند. همه باید ظرف یک هفته آزمایش بشند. هیچ کس اجازه ملاقات نداشت. فکر کنم این مسئله برای خانواده هم زجرآور بود. آماده شدن برای بازدیدی که ماها غیر ممکن بود. پوشیدن تجهیزات حفاظت شخصی برای ورود به خانه سالمندانی که دستاورد مهم می داشته. حتی یک مورد ابتلا به کووید 19 بین ساکنان یا کارمندان خود نداشته. 16 مارس بود که ورود همه بازدید کنندگان غیر ضروری رو ممنوع کردیم. فقط خود کارکنان و افراد ضروری مثل پزشکا و پرستارها اجازه داشتن بیان. یه دستورالعمل نظافت در دوره شیوع بیماری صادر کردیم و با استفاده از شوینده های کلوردار همه سطوح رو تمیز کردیم. تمام سطوحی که بیشتر لمس میشن رو کاملا تمیز میکردیم. چون نمیدونستیم چقدر به کارکنانمون فشار میاد، شروع کردیم به گشتن دنبال کارکنان بیشتر. سعی کردیم افراد بیشتری در لیست داشته باشیم. یک برنامه هایی برای مدیریت شیوع از قبل داشتیم. مطمئن نبودیم که وقتی این ویروس وارد بشه چطور عمل میکنه. برای همین یک برنامه مدیریت شیوع تهیه کردیم و البته لازم بود همه کارکنانمون آموزش ببینند. باید میدونستند که با چه چیزی ممکنه روبرو بشن. روی کار همه کارکنان در این دوره نظارت میشد. خانه سالمندان ویدینز بیمارانی را که به دلایل بیماری‌های دیگر در بیمارستان بستری بودند و به خاطر کمبود تخت در بیمارستان‌ها مرخص شدند بدون انجام آزمایش کووید 19 نپذیرفت. این موضوع در کنترل ویروس در این آسایشگاه مؤثر بوده. کارکنان آسایشگاه فکر می‌کنند وقتی همه‌گیری آغاز شد از توصیه‌نامه رسمی مشخص خبری نبود. اما از اواخر ماه مارس شورای شهر کارگروهی را با عنوان تیم کیفیت تشکیل داد که به آسایشگاه‌ها خدمات مختلفی ارائه می‌دهد. تجهیزات حفاظت شخصی یا PPE، ضد عفونی کننده، کمک هزینه‌های کنترل عفونت و تماس‌های هفتگی برای اطمینان از شرایط آسایشگاه. فراهم کردن امکان آزمایش ساکنان و کارکنان یکی دیگر از مهمترین کمک‌های این تیم است. 80 نفر کارمند داریم و همه باید آزمایش بشن. هر هفته دوشنبه شروع می‌کنیم که تا جمعه تکمیل بشه. یک پیک هست که میاد و نمونه‌ها رو تحویل می‌گیره. من ساعت کارم رو عوض کردم و صبح زودتر میام که بتونیم تست‌ها رو انجام بدیم. با وجود اینکه هفته اول بود ولی کار خوب پیش رفته. آزمایش ماهانه ساکنان هم هست. 65 ساکن داریم و 80 کارمند که همه باید ظرف یک هفته آزمایش بشن. حجم کار خیلی زیاده و همه چی باید تو کامپیوتر هم ثبت بشه. ولی تا حالا که خوب پیش رفته. خانه سالمندان ویدینز از اواسط ماه مارس به روی همه به جز افرادی مثل پزشکان و پرستاران که بازدیدشان ضروری بود بسته شد. این موضوع هم به نداشتن مورد ابتلا به کرونا در این آسایشگاه کمک کرد. اما برای خانواده ها و ساکنان که نمی توانستن عزیزانشان را ملاقات کنند سخت بود. طبعا ساکنینی داریم که دچار زوال عقل هستند و نمیدونستند که چه اتفاقی افتاده. عادت داشتن که به دیدن خانواده هاشون برن و نمیتونستن درک کنن که چرا نمیتونن برن بیرون یا چرا خانواده هاشون نمیتونن به دیدنشون بیان. اما با خبرها و تماشای تلویزیون کارکنان دائم بهشون اطمینان میدن که بالاخره میتونن یه روزی خانواده هاشون رو ببینن. ویدین ساکنانش را به استفاده از تماس‌های تلفنی ویدئویی با کمک پرستاران تشویق کرد تا بتوانند با خانواده‌هایشان در ارتباط باشند و احساس انزوا نکنند. وقتی که یک دفعه قرنطینه شروع شد، گفتن هیچ کس اجازه ملاقات نداره. فکر کنم این مسئله برای خانواده‌ام زجرآور بود. من دو دختر و یک پسر دارم. دختر بزرگترم 57 سالشه. یه دختر دیگه دارم که 42 سالشه. پسرم هم 53 سالشه. خانواده هم خیلی خوب با مسئله برخورد کردن. قضیه اینه که میدونن و کارکنان ارشد اینجا بهشون اطمینان داده بودن
که وقتی که توی ویدینز سر کار باشن میتونن پیام خانواده رو به من برسونن، یا بچه ها باشون تماس بگیرن و اونا تلفن رو بیارن اتاق من که بتونم 5 دقیقه باشون صحبت کنم. ازم میپرسن حالت چطور عزیزم؟ چیز خاصی لازم داری؟ میدونی فکر کنم خیلی خوب جواب داد. از شروع همگیری ممنوعیت دیدار نزدیکان اکثر ساکنان خانه های سالمندان رو تحت فشار روحی قرار داده. به همین خاطر بعضی از این آسایشگاه ها محل های ویژه‌ای رو برای ملاقات فراهم کردن تا امکان ملاقات بدون نگرانی از انتقال ویروس رو فراهم کنند. برای فراهم کردن امکان ملاقات‌های خانوادگی بدون خطر انتقال ویروس، ویدینز این چادر را در حیاط برپا کرده. به طور همزمان فقط 3 خانواده و از هر خانواده فقط 2 نفر می‌توانند با وقت قبلی به ملاقات بیایند. هاوارد و سو فلچر به ملاقات کاتلین مادر هاوارد اومدند که همین چند روز پیش 7 ساله شد. خوشحالن که میتونن ببیننش. فکر کنم 5-6 هفته طول کشید تا بتونیم حتی از پنجره براش دست تکون بدیم. برای یه آدم تقریبا 100 ساله که فراموشی ناشی از دمانسش هم داره شروع میشه، نگران بودیم نکنه یادش بره ما کی هستیم. همه ماسک میزنن و طبیعتاً باید تجهیزات حفاظتی استفاده کنن، ولی این کار آسایشگاه خیلی خوب بوده. اینجا میتونیم مادرم رو ببینیم. تنها مسئله اینه که نمیتونیم بغلش کنیم یا ببوسیمش، اما مدیریت واقعاً عالی بوده، خیلی خوب عمل کردن. از آغاز همگیری مدیریت این آسایشگاه با چالش‌های زیادی روبرو بوده. مسئله تأمین مایحتاج به سرعت مسئله بزرگی شد، چون تو ماه مارس مردم همه قفسه های سوپرمارکت ها رو خالی کردند. ما هم که برای 1-2 نفر خرید نمی کنیم، برای 65 نفر خرید می کنیم. می رفتیم سوپرمارکت و می گفتند اجازه ندارید بیشتر از 3 تا بخرید. روزهایی بود که همه روز رو به پیدا کردن مایحتاج اولیه مثل شامپو، شامپوی بدن، پودر لباسشویی و اینجور چیزها می گذروندیم. تأمین کننده هامون هم خیلی زود انبارشون خالی شد و چیزهایی مثل ماسک، پی پی ای، دستکش و اینجور چیزها رو نداشتن. محدودیت ها کمتر شده و نگرانی از موج دوم بیشتر. برای اینکه این خانه رو همچنان از ویروس در امان نگه دارند، قرار است همه ساکنان و کارمندان واکسن آنفولانزا بزنند و ظرفیت آزمایش و ردیابی رو بالا ببرند. به نظرم ما آماده ایم که موج دوم احتمالی ویروس کرونا اتفاق بیفته. کاملا میدونیم که باید چه کار کنیم. تمام وسایل مورد نیاز رو تا جایی که میشد تهیه کردیم. آماده ایم. تنها مسئله اینه که کارکنانمون خستند. تازه داریم از موج اول بیرون میاییم. ولی خب با کاهش محدودیت ها و باز شدن مشاغل و نزدیکتر بودن مردم به همدیگه و کاهش فاصله گذاری اجتماعی، فکر می کنم که احتمال موج دوم هست. ولی ما آمادگی داریم. با کارکنانمون هم مفصل در مورد اینکه چه اتفاقی ممکنه بیفته صحبت کردیم، ولی آماده ایم. برنامه موسیقی هفتگی روحیه ساکنان را تقویت می کند، البته با رعایت فاصله گذاری اجتماعی. بعد از همه مسائل چند ماه گذشته، این لحظه های شادی غنیمت است. فتانه فرج اللهی، BBC، بولتون.